بعدم برام خیلی خوش اومدین. تشکر از طالب اومدین و تشکر از همکارمان علی جان که بخش خبری تقدیم شما کرد و در این بخش برنامه هم من مهماندار هستم. یک مهمان خیلی زبا خود داریم، پس با ما باشین. مهمان امروزی ما احمد محمود امپراتور هستن، شاعر نویسنده هستن. امروز بر ما شعرهای خیلی زیبا هم دکلمه میکنن، پس با ما باشین. سلام بر شما، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدین. چقدر از خیش دل ببریده باشی، چقدر از خیش دل ببریده باشی که گلهای محبت چیده باشی. به امیدی رسیدن در رای دوست، ز جور زندگی غلطیده باشی. رسی در انتهای بیزبانی، صدای خامشی بشنیده باشی. در امواج غرور و خودپسندی، کمی از مرگ خود ترسیده باشی. میان قطره‌های اشک احساس، تو مروارید و گوهر چیده باشی. با چشم سرمسا غرقی معانی، با زلف عنبرین پیچیده باشی. نگاه گرم معنیدار معشوق، با ایمای هدف بوسیده باشی. میان بستر تنهایی خیش، در آغوش خودت خوابیده باشی. اگر دانی ز خوب و زشت دنیا، کماکان از دلم فهمیده باشی. چو زخم سینه محمود گاهی، به حال خیشتن خندیده باشی. با سلام و صبح بخیر خدمت شما همکاران عزیزتان و بینندگان تلویزیون جهانی افغانستان. خوشحال هستم که در برنامه شما دعوت شدیم و در خدمت هستم. خیلی تشکر، ممنون حضور شما. در ابتدا شعر خیلی زیبایی را بر ما دکلمه کردیم، واقعا جهان سپاس از شما. خواهش میکنم. شما سلامت باشید. خب ما میخواییم از شما بپرسیم که شما امپراتور چگونه یک تعریف دارین از امپراتور؟ یکی واقعا تخلص خیلی جالب، تخلص بسیار مقبول دارین شما. سپاسگزار هستم. محمود امپراتور قبل از اینکه بیشتر میان خانواده و دوستا به احمد محمود مشهور باشه، به امپراتور مشهور بود. و این یک سوال است که همیشه در رسانه ها و عزیزان این را مطرح میکنن. امپراتور برخواسته از میان دردها، غمها، شکستها و عشقها و سوزها برخواسته و فقط فریادهای خود را به زبان شعر و به زبان ادب و به زبان نظم بیرون کرده و کسانی که اهل دل هستند، اهل ادب هستند، اونا از لابلای اشعار میدانند که امپراتور کی است. خیلی خوب، سلامت باشین. آقای امپراتور، میشه برام بگین چی باعث شد که شما در دنیا شعر بیاین و شعر بسراین؟ خب یکی استعدادا است، یکی فطرتاً است و یکی هم خانواده، در یک خانواده فرهنگی و ادبی ما متولد شدیم و زندگی کردیم. اینا همه سوژه ها بوده، اینا همه ابعاد بوده که مرا در شعر گفتن کمک کرده. ولی خب به این معنا نمیشه که اگر در خانواده شاعر بودین باید شعر بگوین. استعدادی هم لازم است و اما قریحه و الهامات و اما طبع مهم است. من بیشتر از یک دهه بگویم، خب شعر پیش از او هم سرودیم دوران مکتب و اینا، ولی از یک دهه بیشتر به شکل کلاسیک و به شکل عرفوی به شعر پرداختیم و یک شاگرد نادانی از این مدرسه بگویم یا این مکتب هستم. بزرگایی هستند که ما را میبینند، فقط یک گرد مجلس هستم و میخوایم بیاموزم. اما باهان هم کارهای ما انجام دادیم، خصوصا در بخش اشعار کلاسیک، قالب‌های مخمس، قالب‌های کهن که زیادتر در صفحات اجتماعی و رسانه ها و بخش مطبوعات چاپی و چاپ رسیده. امین. چند مجموعه از شما به چاپ رسیده؟ مجموعه چاپ ما نکردیم ولی آماده به چاپ است. خب شرایطی که ما در افغانستان هستیم، همه
روی هر موضوع مشکلاتی وجود داره. هرچند که خوانش کتاب بسیار کم شده و بیشتر صفحات اجتماعی است و القا است شکر انجمنا است که اونجا شعرخوانی صورت میگیره، ولی ما تا به اقدام به چاپ کتاب آغاز نکردیم، ولی آماده دارم تقریبا سه مجموعه خیلی ضخیم است دیگه که انشالله به چاپ میرسه. ما منتظرش هستیم. آقای امپراتور بشه بر ما بگوین این مجموع شعر که در آغاز بر ما دکلمه کردی شعر هم از خودتان بود؟ بله، این یک پارچه غزل بود که تقریبا یکی دو ماه پیش سرودیم و بیشتر پارچه های مخمس میسرم که بیشتر در انجمنا و در القایی که ما اونجا از ما دعوت میشه زیادتر مرا به قالب مخمس که من بیشتر مخمس میسرایم که ما پنج تایی که باز اگر فرصت مساعد بود یک پارچه مخمس هم برتان میخوام. خیلی خوب، میخوایم از شما یک دکلمه دیگه هم داشته باشه. میشه بگوین کدام شعر برام دکلمه میکنین؟ از خودتان هم میخواین دکلمه بکنین؟ طبیعیه که سرودای خودم برتان یک پارچه میخوانم و من نمیدونم که چقدر فرصت داریم که شعرهای ما یک اندازه مشکل نیست. شما میخواید شعرتان دکلمه بکنیم، من میخوایم بشنوم از شما. مطمئن هستم بیننده ها هم میخواین بیشتر از شما بشنون. یک پارچه مخمه است که تقریبا دو سه ماه پیش سروده شده. با ترک بت و دیر و کلیسا نظرت چیست با رد شدن از کوچه لیلا؟ نظرت چیست با قطع نظر از غم دنیا؟ نظرت چیست با گم شدن از وادی شبها؟ نظرت چیست ترک دو جهان با دل شیدا؟ نظرت چیست؟ ما در تپش آباد خود آباد نگشتیم، خندیدیم و با خنده خود شاد نگشتیم، از پنجره بیرون شدیم آزاد نگشتیم، بعد از سر خود از چی سبب یاد نگشتیم؟ برخیز رویم جانب صحرا، نظرت چیست؟ الفاظ بد و حد شکستن ز کجا شد؟ بدبختی و خونریزی و کشتن ز کجا شد؟ خودخواهی و نیرنگ و گسستن ز کجا شد؟ خون در بدل خون تو شستن ز کجا شد؟ گر بسته کنیم صورت دعوا، نظرت چیست؟ در حوج سخن قافیه پرداز بگردیم، با مطرب و مینا و می امراض بگردیم، با همدل و همفکر هم آواز بگردیم، هرچند نشد رفتنمون باز بگردیم، در شهر کنیم غلغله برپا، نظرت چیست؟ تا کی بخوریم غصه به دارایی و هملاک؟ چون مور بسوزیم به هر دانه و خاشاک، شرم است کنیم فقر به آقایی و هملاک، گر هست چنین شعله بزن این همه هدراک، خود را نکشیم از پی فردا، نظرت چیست؟ کو فخر کجا شادی فقط درد و وخامت، هر روز که بدتر بود از روز قیامت، ای خاک به این دغدغه و نامش آمد، پرگشته درونی همه از بغض و ملامت، آتش بزنیم جامعه تقوا، نظرت چیست؟ من خار بیابانم و تو نوگل گلزار، من از همه دیوانه و تو از همه هوشیار، در رای تو خود را فکنم سوخت بیمار، دستمال سرت را به سرم کی زنی دستار؟ بابو سکنی حل مهما، نظرت چیست؟ ای شوخی پری چهره و ای لحل بدخشان، معمود تو در کوچه عشقت شده حیران، یا کافر معظم کنو یا پخته مسلمان، دیگر نتپم در پی هر ناکس و نادان، دل را بزنیم جانب دریا، نظرت چیست؟ سپاسگزارم. چی زیبا، شما سلامت باشین. شعر واقعا خیلی زیبای بود. بعضی ها میگن اگر عاشق نباشی نمیتونی شاعر شوی، آیا گپ حقیقت داره؟ والا تعریف از عشق بسیار مهم است که فرد به چی اندازه پختگی رسیده و عشق فرد تا کجا هست، آیا مجازی است یا حقیقی. ولی در آغاز عشق ها مجازی است، یعنی باید پله های را بپیمایی که تا به معبود حقیقی یا به عشق حقیقی برسی که
خداوند کمک کنه که انسان عاشق یک چنین عشق حقیقی باشه. بدون شک که بدون عشق حتی زندگی، خصوصا به افراد اشخاصی که اونا حساسن و اونا پیوسته در جامعه به ظرافت ها میپردازن، بدون عشق زندگی خیلی مشکل است. خب حالا در دنیای شعر شما چی دیدین که قدر عاشقانه میسراین میخواین؟ ما هم میخوایم از دنیای شاعرانه آگاه شوم، میخوایم شاعر باشم، اما متاسفانه که من نمیتونم. اولا خب دنیای شعر یعنی یک مکتب خاصی نداره، یعنی خارج از موضوعاتی که عروض است و قافیه است و سجع است و ردیف است و اینها، یا شعر سپید که من دربارش معلومات ندارم چون بیشتر کلاسیک می سرایم، خودی یک طبی بسیار مهم است، مطالعات زیاد مهم است، اما بیشتر الهامات و اونمو طبی که به انسان پیش می آید و یک حادثه‌ای که گویا در قلب انسان رخ می ده، بعضی ها به شکل نقاشی، بعضی ها به آواز خواندن، بعضی ها فرمثال به مجسمه تراشی. اما من شاید خدا مرا کمک کرده باشه که در بخش نظم و ادبیات کار کنم. بازم من عرض کنم خدمت شما و بینندگان که من یک شاگرد بسیار ضعیفی مکتب هستم، ولی خوب تلاش های صورت میگیره که بسراییم و ادامه بدیم. خیلی خوب، شما سلامت باشین. خب آقای امپراتور، بعضی ها میگن وقتی که شاعر شوی یا که شعر بگویی کار خیلی دشوار است، آیا به نظر شما شعر گفتن یا شاعر بودن کار ساده هست؟ خب من پیشتر عرض کردم، ببخشین که استودیو بسیار گرم است. شاعر شدن مشکل و آسانی دایی است که شما چرا گرداننده شدی؟ علاقمند بودین. شاید بسیار از دوران کودکی شما تلویزیون هم میدیدین، خوشتان میامد که من یک وقتش یک گرداننده باشم، یک گوینده باشم. چون خدا بخش پدرم هم شاعر بود. من یک وقت متقدمینم پدرم بوده یا فرض مثال دیگه بزرگا بوده. من خواستم که فرض مثال مثل اونا باشم. و همی تعهدی که به خود کردیم توانستیم که راه را پیش ببرم. اما این که میخواین شما شعر بگوین، هیچ هر کی استعدادهای در خودش داره، ولی چقدر علاقمندی و چقدر تعهد به ای داره که در این راه گام بگذاره. شما میتونین شاعر شوین، ولی باید تلاش بکنین و تعهد بسپارین که من خیلی دوست دارم که شاعر باشم، خیلی دوست دارم که بخوانم، اما مشکل اینجاست که مرا میگن که تو همون بگونه‌ای که باید شعر خوانده شو خود دکل من نمیکنی. خب باز موضوع شعر یک بحثی علایده است و موضوع دکلمه یک فن است. شما میتونین که با متقدمین، با اشخاص که اونا دکلمه میکنن گوش بدین و بیاموزین. هیچ کس از مادر پوره نامده یا دانشمند و استاد نمیه، باید بیاموزه. و دکلمه خودش یک فن است. ایره من رد میکنم که میگن شما نمیتونین. هر انسان با تشویق و با پشتکار هر کاری را میتونه انجام بده. دقیقاً. خب آقای امپراتور، میخواییم از شعر شما داشته باشیم یک شعر که واقعا شما دوست داریم و همیشه بار بار میخواییم دکلمه بکنیم، ما میخواییم بشنویم. والا من شعرها را کلش دوست دارم به خاطر اولاد من. یکی از شما خودتان خیلی دوست داشته باشین، کلش دوست دارین، هیچ کدومش نیست که از شما بعدتان بیه. وقت داریم؟ خوب است، وقت داریم، میشه شما یک شعر دکلمه بکنین؟ خب. البته کم کوتاه باشه، قدر طولانی نباشه. خب یک چند قسمت یک مخمس هم میخوانم براتون. خب نه طولانی بخوانین، به خاطر ما میخواییم بشنیم زیادتر. گرم است. اینجا بسیار گرمی است. نازنین در عشق خود سنگ صبورم کرده ای، از نماز و روزه و تسبیح بدورم کرده ای، سرگران در کوچه های دشت شورم کرده ای، از فراقت خانه در بین تنورم کرده ای، زنده هم می گردم از اهل قبورم کرده ای. یه تشویق نمی کنید؟
با چیزی با ما میخوام بشنو. خواهش میکنم. ما میخوام برنامه مون یک ذره خودمانی باشم. چون گداییگر به پشت کوچه حد در میزنم، گاه از کلکین گاه از کلکین چهت سر میزنم، گاه خود را پاسبان شهر و عسکر میزنم، گاه طبیب و گاه خود مستی قلندر میزنم، کوچه گرد و خود سر و دیوانه جورم کرده ای. داغ من از لاله و مرغ چمن بگذشته هست، نکته احساس ما از تو و من بگذشته هست، مرده صد ساله کارش از کفن بگذشته هست، کار من این روزها از پیرهن بگذشته است. خود بیا هی یوسف ایسانی که کورم کرده ای. لعبت نیکو سرشتی نازکندام پری، گرد دامان تو دارد بر سرم دولتگری، دوش برتن کرده بودی جامعه نیلوفری، دست من دیشب بیادت سوخت پلوی چری، ای سلیمان زمان جان داده مورم کرده ای. وسی اشاره میکنم که شما مخاطب نباشید. دوستان این روزها گویند که من دیوانه هم، چون که من کمتر روم بیرون و دائم خانه هم، نیستان کیف و خیال و خنده مستانه هم، نی هوای مسجدم باشد نه از می خانه هم، خود فکر کن جان من از هر چی دورم کرده ای. عشق ما از شمس و مولانا تو کمتر نشمری، از گداز وامق و حضرا تو کمتر نشمری، از وفا و یاری لیلا تو کمتر نشمری، از علی و حضرت زهرا تو کمتر نشمری، پس عزیز من چرا پا در غرورم کرده ای. در سرم شوق سفر شیراز و تبریزی نبود، در کمند زندگی رهوار شبدیزی نبود، باغ همره رفته را سرو دلنگیزی نبود، کلبه ویران من را دفتر و میزی نبود، هی کلیم الله روان در کوی تورم کرده ای. خیلی زیبا. ناله من تا ابد از سینه ها بیرون شود، بعد من در عالم امکان بسی مجنون شود، در صفات شعر من گلواژه ها حفظون شود، یک جمعی از دیده خون ریزد جمعی میمون شود، پادشاه ها صاحب تخت و قصورم کرده ای. مدت من در بدخشان شما جا داشتم، ناله و زاری و استغفار شبها داشتم، ارتباطات قوی با ذات یکتا داشتم، نام زیبای تو را در سینه نجوا داشتم، عالیا صحرانشین در ملک غورم کرده ای. تا بکی محمود را با دیده ای تر می کشی، گاه از اقلیم خود گاهی ز کشور می کشی، این مسلمان حجم را باز کافر می کشی، از جمع دلدادگان نیک اختر می کشی، صد تشکر امتحان از طبع زورم کرده ای. سپاسگزار هستم. چه زیبا، شما سلامت باشید. خیلی سلامندی کردین. ممنون. خیلی زیبا دکلمه کردین و طرف شما همکار ما را اشاره میکنین. همکار ما چقدر خوش که شما شیر برونا دکلمه کردین. کامرامن منظورتان هست؟ بله، شما از نو اشاره میکردین. حداقل طرف ما میگفتیم که ما کم خوش میشدم، اونا هم همکار ما خیلی خوشحال شدن که شما باشان شیر دکلمه کردین. والا همینجا سب اسمتون اومده بود دیگه. اما نگفتین. خب از اسم یاد کردین، به عنوان آخرین سوال به خیلی کوتاه پاسخ بدین. سوال به کسی، نام کسی هم شیر گفتین؟ والا شعر هیچ وقت مناسبتی من شعر نگفتیم. شاید من کدام دختر خانه مدفون بود؟ نه، من خانه رونده است، من از خانه میکشم. نه خواهش میکنم، نه اوت یک چیز نبوده. شاید نام آمده باشه با نظر به ضرورت و وزن و قافیه، ولی نیمه به شخص تو شعر نگفتیم. شما سلامت باشید، شما خانه رفتگر هستید، از این خاطر نمیگید. ممنون حضورتان، پیام یا گفتنی اگر داشته باشین خیلی خوش میکنم. محبت دارین، بسیار زیاد سپاسگزار هستم که به استودیوی خودمانی افغانستان آمدم و لحظات شیرین و پرخاطره داشتم و از حوصله مندی شما و بینندگان عزیز ممنون و مشکور هستم. ممنون شما، خیلی خوشحال شدیم که امروز شما رو در برنامه با خود داشتیم. ممنونتان. تشکر از شما عزیزانی که تا حالا با ما بودین. الان هم وقفه داریم، در لحظات آخر برنامه قرار داریم، پس ما رو همراهی بکنید. We'll be right back.